در شام غریبان حضرت سید و شهدا علیه السلام اجتماع بزرگ ازاداران حسینی در بیت آیت الله ازما شیرازی در شهر مقدس قم برگزار شد. حضرت آیت الله ازما سید صادق حسینی شیرازی مد زلحال عالی در جمع کثیر ازاداران حسینی از سراسر سر ایران و کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی در دهم محرم سال 1438 هجری قمری بیاناتی را ایراد فرمودند معظم الله با اشاره به سیره امام صادق علیه السلام در دعا برای اقامت کنندگان شعر حسینی این مهم را وظیفه همگان دانستند و فرمودند برای تک تک اقامه کنندگان شعر در هر نقطه از کره زمین دعا می کنند. مرجعیت عظیم و شن قضیه امام حسین علیه السلام را نه تنها تشریب بلکه تکویم خواندند و فرمودند هر گونه کار مثبت و منفی در این مجال اثر دنیوی و اخروی مطابق خود را خواهد داشت ایشان در ادامه ضمن بیان اهمیت اقامه شعار حسینی به والدین توصیه کردند هیچگاه به سبب انجام شعار حسینی بر فرزندان خود خورده نگیرید زیرا این کار جرمی بزرگ است و عقوبت سنگینی خواهد داشت معظم الله همچنین در توصیه به خادمان حسینی فرمودند با بکارگیری دقت لازم خود را از وسوسه های شیاطین مسون دارید تا مبادا های شما را از اخلاص توهی و خدماتتان را نابود کنند آیت الله عظما شیرازی در ادامه توصیه های خود درباره حاکمان حکومت های اسلامی فرمودند حاکمان در قبال شعار حسینی و برگزار کنندگان آن هیچگونه کارشکنی و کوتاهی نکنند زیرا این عمل نابودی و خزلان دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت و عقوبت الهی را گریبانگیر آنان خواهد کرد معظم در ادامه توضیح دادند اگر تاریخ از درد و رنج مسلمانان و چرخش اسلام اصیل از مسیر واقعیش سخن میگوید این نتیجه دوری حاکمان از اسلام و دست زدن به جنایت با نام استان بوده لذا حضرت سید و شهده علیه السلام دلیل خروجشان را بازگرداندن سیره جد و پدرشان معرفی نمودند امروز نیز باید آن سیره نبوی و علوی اجرایی شود تا مسلمانان به رشد اقتصادی و مادی زمان حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و امیرالمؤمنین علی امیر علیه علی علی السلام بازگردند